مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات. فقط با درود فراوان به همه شما عزیزان، برنامه از تصویر تا تحلیل. من دکتر فوجان زینی هستم در کنار دکتر آرش تقوی. حالت عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو قاصدک. دکتر تقوی، میخوام امروز راجع به فیلم صحبت کنیم. در حقیقت این برنامه کلا راجع به تحلیلیه راجع به فیلم، ولی نه به عنوان کسی که هنرپیشه است یا کارگردانه یا نقد فیلمه، بلکه به عنوان دوتا روانشناس، رواندرمانگر، کوچ، کسانی که میتونیم مباحث، انگار یه بهانه‌ای داریم به خاطر اینکه فیلم بهترین های ارتباطات انسان‌ها رو در حقیقت در حالت تصویری نشون میده. ما بهانه‌ای رو به وجود میاریم برای خودمون که از اون تصاویر و فیلم نامه ها در حقیقت استفاده ای بکنیم که مباحثی رو که هر انسانی در حقیقت در زندگیش داره باهاش بالا پایین میره رو راجبش گفتگو بکنیم. خب نیت که طبیعتاً نیت خوبی هست و دلمون میخواد که بیشتر رو فیلم های کار بشه که اتفاقاً خیلی هم مستقیم بشه، یعنی جنبه انترتیمنتش حتی بیشتر از کانسپتاش، بیشتر از مفاهیمش باشه و یه جایی هم برای ما بذاره که به عنوان روانشناس، کوچ و هیته‌ای که مربوط به هیته انسان میشه چیزهایی رو برای ارائه و کشف پیدا کنیم. من فکر میکنم که یه فیلم کوچولو به اسم یک بوسه کوچولو رو باهاش آغاز کنیم بسیار جذاب خواهد. ولی این کارگردانش بهمن فرمان‌آراست که من خیلی از فیلم‌هایشون رو دیدم، خیلی لذت بردم. جالب به یه تمه به خصوص تریلوژی مرگ دارن ایشون توی سه تا از فیلم‌هاشون که به وجود بودن و در این فیلم به خصوص که یک بوسه کوچولو بود، رضا کریمیان بازی می‌کردن و جمشید مشایخی، بخش رضا کیانیان بازی می‌کردن و جمشید مشایخی که خیلی خیلی جالب بودش این مدل بازیشون. قسمت هایی رو که نگاه میکنیم اولش خب راجب مرگ داشت خودش رو نشون میداد دیگه، مرگ انسان ها به عنوان بیماری، مرگ از دیدگاه خودکشی، مرگ هویت، یعنی هویتی که یک شخص داشته به عنوان یک نویسنده جایگاهی رو داشته و دیگه به وجود نیامده، مرگی رو که شما در مهاجرت تجربه میکنی، از یک مملکتی میری مملکت دیگه، ولی مرگ هویت خودت رو و فرهنگ خودت رو در حقیقت تجربه میکنی و تمام زندگی دنبال این هستی که انگار من پوچم و هیچ کس نیستم. مرگ رابطه هایی که بین پدر و پسر هر دوشون داشتن در حقیقت، مرگ خانواده ای که وقتی اون شخص تصمیم میگیره که بلند شه بره یه جای دیگه، اون اتفاقی که بین خودش و همسرش و دخترش و همه میفته، یک مرگ فضای اون خانواده است. این از انگار ابعاد مختلف مرگ رو در حقیقت اول داره بیان میکنه. خب همونجوری که شما گفتین، بهمن فرمان‌آرا یک سگانه داره، مثل کیشلوفسکی که سگانه رد، بلو و وایت رو داره، بهمن فرمان‌آرا یه سگانه داره در مورد مرگ که با بوی کافور، عطر یاس شروع میشه. کافور میدونین که ماده‌ای هست که به جسد میزنن، بعد خانه‌ای روی آب که خونه است ولی وقتی رو آبه به قول اوشو میگه که home in the fire، یعنی خونه ای که توی آتیشه، و بالاخره یک بوسه کوچولو که در جریان فیلم ما، حالا اونایی که اندکی با روانشناسی آشنا هستن
اصلا به طور رسمی اعلام میشه که این فیلم و موضوعش در مورد مرگ، برای اینکه با الیزابت کوبلر-راس برخورد میکنیم. کتاب الیزابت کوبلر-راس، اولین روانشناسی که به طور خیلی جدی و علمی روی فرایند سوگ و الزاما مرگ کار کرد. و در این حال فیلم فیلمیه که مثل اینکه بهمن فرمانارا چون تصمیم داشته که آخرین سگانش رو بسازه، هر آنچه که جاهای دیگه با آرامش گفته، اندکی اینجا با یه چگالی خیلی بالا، خیلی خیلی بالا. یعنی تمام کانسپت های بیلاوان، اون چیزی که دوستش داره ما داریم از دست میدیم، همه در یک فیلم میاد. و خیلی همینه که شما گفتین، از کوروش کبیر مرگ ساده میشه که اونجا برمیگرده، رضا کیانی ها میگه که آقای استاد مشرفیان مشرفی میگن که بخواب که ما بیداریم. بعد حتی اسما رو اگه دقت بکنید، ما اسمای جالبی داریم. ما محمد رضا سعدی رو داریم با دو تا نماد، محمد رضا و سعدی، و اسماعیل شبلی رو داریم. و یکی از جذابیت های فیلم اینه که برای آن کسی که زندگی کرده، چون تئوری الیزابت کوبلر-راس و ایزن تئوری اریک اریسون به عنوان مرحله آخر زندگی میگه که اون کسی که خوب زندگی کرده، زندگی رو به عنوان مرگ رو به عنوان بخشی از زندگی میبینه، در فرایند میبینه. اگه شما موقعی که داری میمیری خیلی هم مرگ وحشت داری، به این خاطر نیست که بعد مرگ وحشت داری، دقیقاً با به این اشتیاق که بعد زندگی چی شد. یعنی افسوس و حسرت یک بار زنده موندن غلبه میکنه. من یه همچین برداشتی داشتم که اسماعیل شبلی خیلی، نمیگم خوب زندگی کرده، میخوام برگردم به به داستانش با پسرش، اما راضی تر از محمد رضا سعدیه. بنابراین مرگ رو به شکل یک بوس کوچولو بر روی گونه هاش تلقی میکنه و تجربه میکنه. به نظر میومد که شبلی، البته این رو تو خیلی از این متن‌ها و نقد نامه ها میگفتن، که به نظر میومدش که نقش سعدی در حقیقت ابراهیم گلستانه بود و نقش شبلی اسماعیل فصیح بود. البته خود جناب فرمانارا این رو تکذیب کردن و گفتن نه، من نیومدم یک دونه برای اونها بسازم، ولی خب شاید که از اونها و از اون زندگی اونها یا شرایط اونها یه مقدار الهام گرفته شده بود در این فضا. مشخصا نقش شبلی شرایطی رو داشتش که این آدم شاید تنها قسمتی که توی زندگیش رضایت خاطر نداشت، به خاطر ارتباطش با پسرش بود. و خیلی جالب یک جای گفت هیچ کدوم ما در اون زمان پدر خوبی نبودیم، چون اصلا نمیدونستیم پدر خوب بودن یعنی چی. یک رفتاری رو انجام میدادیم که فکر میکردیم باید انجام بدیم، و بعد فهمیدیم که خب نسل جدید داره جور دیگه ای باهاش رفتار میکنه. ولی یه جوری خیالش راحت شده بود وقتی که پسر پسرش نوش اومده بود و جایگاه خیلی ارتباط عاطفانه ای رو و ارتباطی رو که به اون داشت رسیدگی میکرد رو گرفته بود. و خب چه به خاطر اینی که در ایران مونده بود و کارش عالی بود، ایرانیان میشناختنش. یعنی اون جایی که فرزند در یک بلند شد رفتش در کنار مقبره کوروش و یک دفعه جوونها میدیدنش و اومدن ازش امضا گرفتن، در حالی که خب مثلا اون سعدی رو نمیشناختن. و میدیدین که در این فضا موندن در ایران و با اون فرهنگ بودن و خدمت کردن به اون فرهنگ، به مدل نوشتارش برای اون یک فضایی رو به وجود آورده بودش که راضی بود. و تنها دلیلی که داشت میرفت و خداحافظی میکرد، به نظر میومد که بالا پایین رفتنش با مرگ بود. و وقتی که میدیدش که قراره که به خاطر بیماری اون از دست بره، شروع کرده بود و داشت اتفاقا داستان نبش قبر رو مینوشت توی این فیلم، و شروع کرده بود راجع به مرگ نوشتن. و جوری که داشت راجع به مرگ و مخ مینوشت، که مسائل دیگه‌ای رو در داستانی که داشت نوشته بود می آورد، مثل
گرید، مثل آدمایی که حتی از آدمای دیگه سوء استفاده میکنن حتی بعد از مرگشون و انگار کامل میخوان بشن هر چیزی رو که یک زمانی نبود. یه مقدار حالت حالا کارما به اینه که کسی که میخواست یه نفر دیگه رو بکشه خودش هم کشته میشد به ناحق، کسی که به ناحق یک سری مثلا پولها رو گرفته بود باز یه نفر میومد ازش میخواست از قبر بیرونش بیاره تا ازش استفاده کنه. و میدیدیم که ابعاد دیگه‌ای رو به عنوان داستان توی فیلم آورده بود و جالب بود که چون تنها فیلمی هم بود که انقدر زیبا این دوتا رو در کنار هم آورده بود، یعنی داستانی که داشت نوشته میشد اینا شبلی داشت مینوشت به حقیقت میومد به فاصله های مختلف توی خود فیلم و انگار از یک فضای داستانی توی کتاب در میومد و زنده میشد، ولی کل ماجرا باز احساسات مختلف و شرایط مختلف راجع به مرگ بود. با اون نثر نسبتاً سنگینی که مال اون نسل ادبیه، چون از هوشنگ گلشیری نام برده میشه در فیلم و برمیگردیم مثلا یک نسل ادبی رو ما اونجا میبینیم که نسلی سنگین و در عین حال زهرآلوده، نسلی که در فاصله بین قجر و حکومت بعدی میاد، نسلیه که اون منش بالای پادشاهی قجری رو داره با اون حالت رخوت خودش، با اون حالت کسالت خودش و میخواد که دندونهای تیز نسل بعدی رو نشون بده. اون نسل ادبی کاملا دیده میشه و همینم جالبه که برمیگرده یه جایی میگه که ببین من آلزایمر گرفتم و حافظم رو دارم از دست میدم، که من و شما میدونین که ما یه تعبیر علمی فلسفی در مورد فرق بین حافظه و خاطره داریم. خاطره بخش هیجانی حافظه است، یعنی شما وقتی میگه یه چیزی من خاطره دارم در حقیقت اشاره به اون تجربه هیجانی در اون لوکیشن در اون دیتا میکنی. اگه بخش هیجانیشو بگیری میشه دیتای خالص، میشه حافظه. و این آدم میگه ببین من دارم تاریخشم رو ذهنم از دست میدم و اومدم به ملاقات تاریخشم، اومدم کوروش رو ببینم، اومدم ایران رو ببینم و میخوام که از دستش ندم. مثل این که حالا اگه وقت بشه امیدوارم که فیلم های مربوط به حافظه رو بتونیم خیلی با هم، چون دو سه تا فیلم خیلی خوبه فارسی زبان و ایزن انگلیسی زبان تو این قضیه هست، طرف اومده مثل این که با از دست دادن حافظه داره هویت رو از دست میده، خودش رو به جا نمیاره. برای همین حالا برعکس داره حرکت میکنه، به جای اینکه حافظه رو مراقبت کنه هویت رو داره مراقبت میکنه. میگه اگه من بدونم مال کجا هم میتونم چیکار کنم، میتونم نگه دارم. و جمله‌ای که هدیه تهرانی موقعی که رضا کیانیان سوار و ماشین میشه در سکانس های آخر فیلم، جمله بی‌نظیریه. میگه که ایشون خودش رو میدونن کجا باید برن، به راننده میگه، بعد برمیگرده به رضا کیانی ها میگه که امیدوارم جای خوبی گیرت بیاد، چون دقیقا اون ماشین ماشینیه که داریم به سمت کجا میریم، به سمت مرگ داریم میریم. و برخورد آخر با همسرش برخوردیه که خیلی معنا داره. یه نکته در مورد هدیه تهرانی وجود داره، یک نکته در مورد مظهر مرگ وجود داره. دو تا کار انجام میده با اسماعیل شفیع. یک، شکر رو ازش میگیره به عنوان نماد شیرینی و این با جان و دل تمام شکر رو بهش میده. اون قد یه دونه کافی، قد یه چایی میخواد. میگه نه، کل شکر رو بردار ببر. مثل اینکه همراه با رفتنش، همراه با مرگش، دیگه میخواد همه شیرینی ها رو واگذار کنه به آنچه، یعنی هبه میکنه، هدیه میکنه، شیرینی هدیه میکنه برای مرگ خودش. به همین دلیل هم داروهاش رو دور میریزه، به همین دلیل سرطان رو به جای اینکه ازش دوری کنه داره تجربه میکنه. و نکته دوم، روژه لبیه که میخوام از شما در این مورد سوال بکنم. روژه لبیه که اون پاسبان، اون نیروی نظامی روی گونه های فوت شده میبینه، اما رضای کیانیان، محمد رضای سعدی نمیبینه.
من نفهمیدم این تیپ که چه پیامی داشت. گفتش که این خانومه کی بوده اینجا بوده؟ گفت کدوم خانومه؟ گفت روی این گونه های ایشون یه رژ لب هست که بعدن هم راننده تو ماشین براش توضیح میده که اگر راضی باشی مرگ برات شبیه یه بوس کوچولو میمونه که اسم فیلم هم از همونجا میاد. من متوجه نشدم که چرا محمد رضا سعدی هنوز زنده است و نمرده، ولی این درک رو نداره. شما چه تفسیری از این قضیه دارید؟ من چیزی رو که از داستان میشنیدم این بودش که شبلی داشت با جون و دل میرفت به طرف مرگ و داشت انتخابش میکرد، در هر شرایطی داشت انتخابش میکرد، وای میستاد، حضور پیدا میکرد بهش. اگر که قناری رو آوردن اونجا و فوت مرده بود، اون رو میپذیرفت به اینی که خب مرده. شرایط مختلف مرگ رو دیگه میخواست، برای اینکه من فکر میکنم که بیماری سرطان رو هم در جایگاهی داشت نگاهش میکرد که دیگه این اومده و اخباریه برای من که برم. ولی سعدی چون خاطرش رو داشت از بین میبرد، هنوز کامل نبود با مرگ و داشت دعوا میکرد به اینی که نمیخواست بره. یکی از مواردی که معمولا حالا دوستان که با ما هستن هم شاید تجربه اینو داشته باشن، کسانی که در کنارشون هستن که آلزایمرز دارن، شما وقتی که خاطرتون داره از بین میره، چون مغزتون رفت و آمد لحظه میره و برمیگرده، یک ترس به خصوصی هست، نه فقط از فضای هویت، از اینی که کاملا، یعنی یه قسمتیه که اصلا من وجود ندارم، نه اینکه فقط هویتم، یعنی موقعی که من وجود دارم هویتمو پیدا نکردم. خیلی از موارد اینه که اصلا منی وجود ندارم، چون هیچ چیزی نیست اونجا که به من بگه منی وجود دارم. و زمانی که اون من وجود نداره، ترس به وجود میاد. اغلب اشخاص زمانی که سری آخر، سالهای آخر هست، راحتن با این دیگه من وجود نداشته باشه و میان و میشن حضور کامل در هر لحظه. من مادر خودم که تجربه میکردم، این آخری ها فقط حضور در لحظه بود و یک زیبایی به خصوصی داشت، ولی رد شده بود از اون جنگ و ترسی که من یک اول هویتم باید دست بدم، که من فکر میکنم سعدی اولش هم هویتش رو به خاطر مهاجرتش از دست داد، ولی بعدش میخواست باز پیداش بکنه، ولی این قسمت اصلا من رو داشت از دست میداد، نه فقط اون هویت رو، و نمیخواست که مرگ رو ببینه. و هر زمانی هم که مرگ میومد، یعنی مرگ قاعدتا اونو بودش که با تاکسی آوردش اونجا از اون اولش، و جاهای مختلف که میومد اون رو داشت میدید، ولی انکاری بود به اینی که خب آره این هم یه قسمتی از دنیاست. نمیشناختش که این قراره چی کار بکنه. حتی وقتی که اومد این رو از توی اون پیش اون پاسبان یا استوار یا هر نقشی که داشت از اونجا داشت می آوردش بیرون که شما این رو نمیشناسین و چه کسی هست، انگار داشت سعی میکرد که یه مقدار اون هویت رو بهش برگردونه و ابهت و شاید اهمیتش رو بده، چون جایی قرار گرفته بود که اهمیتی نداشت، نه برای زنش، نه برای دخترش، نه برای پسرش، برای هیچ کس. و تازه داشت با اینی که آدما داشتن هی بهش میگفتن تو عزیز بودی، تو مهم بودی برای پسرت، اصلا تو به خاطر اینی که پسرتو بهش نرسیدی اون خواست زندگیشو از دست بده، باز هنوز توی اون فضایی بودش که من کسی نبودم، ارزشی نداشتم، و توی این غرور هویتش و بعد شاید حس پوچی خودش تو این دوتا هی میرفت. یعنی یه دفعه غروره میومد بیرون، این همون حالت با دخترش حرف میزد و با بقیه، و بعد یک دفعه میرفت توی اون هیچی. و این دوالتی رو، تضاد رو ما در خیلی از کسانی که سالهای اول الزایمرشون هست رو میبینیم. و من تصورم این بود راجبه اینی که نمیدید هیچ چیزی رو راجبه مرگ تا زمانی که رفت روبرو شد با قبر پسرش که تازه به یک مدل دیگه‌ای نبود رو داشت تجربه میکرد. حالا من فکر میکنم که اصلا نمیدونم، خیلی شاید عمیق باشه این نگاه، شاید اصلا اون جایی که شبلی فوت میکنه، سعدی هم به طور فیزیکی فوت میکنه. دلیلم دارم این حرفو میزنم، وقتی که هدیه تهرانی میاد آزادش کنه، برمیگرده به افسره میگه یه دستوری رو بردم که دستورش از رئیس تو خیلی بالاتره. و تازه بعد از سوار شدن ماشین متوجه میشه که پسرش هم شاعر بوده.
میگه من فکر کردم که عکاس بوده. و اولین ملاقات با همسر سر قبل پسره. یعنی یه تعبیر هم هست که نکنه اصلا بعد از اون داستان درخت و جنگل کل مجموعه، یعنی من یاد فیلم آدرز میندازه که تا دقیقه آخر شما متوجه نمیشدین که کی در خیال کیه، مثل اینسپشنه هی میری عقبته. حالا اینجا موضوع مرگ، البته این تفسیر بسیار شخصی من از این لحاظ که درک میکنه، ولی فقط دیگه در فقط سنسیشن و پرسپشن داره، هیچ اکسپریشن دیگه نداره. میگه این بوسه کجاست؟ میگه کدوم بوسه؟ میگه مگه اینم شاعر بوده؟ یعنی یک نوع مثل این که چون شما میدید حالا از فیزیولوژیک ما آخرین حسی رو که از دست میدیم حس شنواییه. حس شنوایی حتی میگم تا درکش نه، ولی خودش به شکل سنسای شنوایی در مناطق شنوایی میگن تا چندین ساعت حتی بعد از فوت کامل مغز آخرین حسی رو که از دست میده سنسون، یه رفعی که خون قطع میشه که کل سلول بدن که نمیرن، یه طول میکشه تا این سلول بمیرن، علائم حیاتی نداره. علائم حیاتی نداشتن فرق میکنه با موقعی که سلول ها مردن. اینقدر این جذابه که فقط یه تیکش برای من جالب بود که گفتش که شما چرا رفتی؟ که میگم بهمن فرمان را مثل این که چون اولین فیلماش هم هست هرچی دقیقه دلی داشته و برده توی این فیلم دقیقه آخر گوده، برای اینکه گو شما برای چی رفتی؟ گو من از فرط دیکتاتوری مهاجرت کردم. و دو تا نماد آخر رو هم بگم، یکی سوئیس بود که قرار بود نماد بی‌طرف‌ترین کشور دنیا و آرام‌ترین کشور دنیا باشه، و یکم نمادی بود در مورد اون پرچم سیاهی که وقتی باز کردم سالها پنجرمو باز میکردم در پارک، که این پرچم ما در 3-4 جا به عنوان آلارم مرگ میبینیم در طی فیلم. من دقایق آخر رو میسپارم به تحلیل‌های بسیار جذاب شما. چند دقیقه فرصت داریم، من میخواستم ابعاد دیگه این رو هم غیر از مرگ رو در نگاه بکنیم، و یه قسمت این فیلم خیلی بیشتر نشون دهنده این بودش که کسی رو که مونده بود در ایران و خدمت کرده بود به جامعه رو خیلی بالا میبرد، و کسانی رو که رفته بودن از ایران بیرون رو تحقیر میکرد. تمام این فیلم عناوین مختلف، حالا چه خود شبهی داشتین انجام میداد، چه خانواده سعدی داشتین انجام میداد، چه اون درشکچی بود داشتین کار رو انجام میداد، به اون حالتی که ببین اینا رو ببین رفتن اونجا برگشتن به اسب بیشتر داره توجه میکنه تا به ملت، و یا حالتهای صدمه پذیری و حالتهای خیلی هیجانی که به اون شخص داشت برای سعدی گذاشته بود، یا حالتهایی رو که حتی گفتارش وقتی که داشت راجع به فلسفه صحبت میکرد، فلسفه دنیا حتی داشت صحبت میکرد، یک حالت پسیمیزم رزیگنیشن که بعد جالب بود که مثلا کسی که قرار بوده توی جایی بمونه که زجر قرار بوده بکشه باز بیشتر داشت مثبت فکر میکرد راجع به کل دنیا، با کسی که مثلا رفته بوده غرب و فضای مثبتگرایی رو باید نگاه میکرده، ولی جوری که مثبتگراییش یه فضای مثبتگراییه، خب دیگه این هست و همه دنیا همین جوریه، یعنی یک پذیرشیه که کاری قرار نیست راجبش بکنی، فقط مثبتی تو پذیرش اون فضا هست، و نه اینی که اونم اشتباهه، ولی میگم جالب بودش که این خیلی بهمن فرمانارا این مسئله رو مشخصا داشت، کسی رو که رفته بود و مهاجرت کرده بود و حالا داشت پرپر میزد که فرهنگ خودش رو برای خودش بیاره رو ذلیل نشون میداد، ولی در حقیقت کسی که مونده بود و با بالا و پایین ها و همه مسائل تجربه کرده بود، و من فکر میکنم این یک واقعیتی در نقش فکری جامعه هست که ما این دوالیتی رو در فکر جامعه مکررن میبینیم، به عنوان کسانی که موندن و فضایی رو به وجود آوردن یا رفتن و فضایی رو به وجود آوردن. دوباره مثلا بالا شادوان محمدرضا شجریان که تازه فوت کردن، دوباره الان این فضا رو توی همون جا میبینیم، کسی که موند حرف زد، احساساتش رو زندگی کرد و بعد فضایی رو برای ملت به وجود آورد، خیلی بیشتر این فضای ستایش براش میاد تا کسانی که حالا رفتن. این رو خیلی محسوس داشت توی این فضا نشون میداد،
و بعد میدونم که میگم زمان نداریم، دلم میخواد این آخرش رو، یک دقیقه آخرش رو شما صحبت بکنین، ولی مسائل خانوادگی هم خیلی توی این فیلم خودش داشت نشون میداد، از هویت پدر به پسر که به نظر میاد که در جامعه ما کلن خیلی خیلی مهمه، جایگاه بسیار بسیار مهمی رو داره، و هر دوی این ارتباطات بین پدر و پسر، یعنی پدری که نسل بعدیش پسرش بود رو از بین رفته بود و یکی حالا ترک کرده بود، یکی خودکشی کرده بود، یعنی یک نفر براش مطرح نبود، نسل جدیدی بود که براش مطرح نبود که حالا نسل قبلش هست یا نیست یا براش چی هست که پدره که شبلیو پسرش میشد، و یا اینی که نسل گروهی که هنوز نه دلش میخواست که نسل قبلی اونها رو بپذیره و چون نپذیرفت رفت با اینی که خیلی چیز شده بود رفت خودشو کشت، و بعد نسل بعدترش که نوه بود اومده بود و داشت نگهداری میکرد، در نتیجه این هم یه قسمتی بود از اون تیکه پاره شدن این نسل ها که به نظر من توی اون فضا بود و توی فضای خانوادگی داشت اتفاق میافتاد. ما عملا یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خواهش میکنم که کامل بفرمایید صحبت ها رو. بله، همینجور که فرمودین ما با یک چگالی بالا از نمادشناسی روبرویم، از قناری که میمیره و بعد فکر میکنن کمرش درد میکنه، از علاقه بسیار زیاد آقای فرمانارا به کلمه طاهر در فیلم های متعدد نماد رستگاری اندکی مزورانه، اندکی همراه با لایه های پوشیده طاهر هست که انقدر هم که فکر میکنیم، چون در فیلم بعدیش هم اینجا هم امامزاده ما به عنوان نمادی از رستگاری میتواند اسمش طاهر باشد، و بالاخره همون که عرض کردم خدمتتون داستان پرچم سیاه. من فکر میکنم که شاید اگر بعدم با شما هماهنگ بکنم ما بتونیم حتی یک جلسه دیگر هم درباره این فیلم اگر صلاح بدونین بتونیم اندکی بازتر بکنیم، چون مطلب حداقل نقد به اندازه کافی هست. ممنون از شما، مرسی از همه شما عزیزان که با همدلی خودتون به ما گوش دادید. روز شبتون خوش.